آره، زنگ میزنیم به ما که برنامه نتونستیم بذاریم، بریم سراغ آقای. بله دوستان، ایران با آمریکا حتی برای انتخاب نخست وزیر عراق تصمیم میگیرن، موافقت میکنن. حالا بیچاره یه عده نشستن اینجا میرن چلو کباب که چه عرض کنم، خوراکای آنچنانی به این پامپو میدن، بعد پامپو احمق هم بلند میشه میره تو جلسات میگه خلیج عربی. حالا چه چیزای دیگه براش تهیه میکنن؟ آقای بیژن خلیلی، شیم آن یو، خجالتش برای شما و دیگران. خب بریم اینجا سراغ آقای نیساری. بله آقای نیساری عزیز، و ببینیم که این دوستان گفتم منتظر باشید که به اصطلاح سوالای سخت از شما بپرسم. ببینیم وصل میشه یا نه ماجرای نیمروز و بله به به، هرچی صدای ما بده و تصویر ما بده، تصویر آقای نیساری خوبه و ماشاءالله ایشون هر روزم جوانتر و خوشگلتر میشه. خب آقای نیساری، همین لبخند شما داشته باشید تا من تصویر شما رو بدم به سیستممون و من بشینم و به صحبتهای شما گوش کنم. هر وقت صحبت شما تموم شد، اون وقت من یکی دوتا پرسش که پرسش دیگران هم هست از شما میپرسم، ولی مثل همیشه شما اجازه داری، حق داری، صاحب اختیاری جواب بدی یا ندی. اولا خیلی خوش آمدید و ببخشید که چند دقیقه تأخیر شد. بفرمایید با شما هستیم و بگید که تاپیک امروز چیه، در چه رابطه ای، و اوضاع و احوال ایران و جهان رو برای ما یه مقداری توضیح بدید. بفرمایید. بسیار عالی، با درود بر شما. صدای من میرسه؟ بله قربان. بله بسیار عالی، با درود بر شما، بر هممیهنان گرامی که این برنامه رو ببینند، با درود بر استادان و معلمینی که به من درس زندگی و آزادی آموختند، با درود بر فرزندان گرسنه ایران که دست روی آنها را از راه دور میبوسم. فرزاد نیساری هستم از ایل قشقایی در خدمت مردم ایران. امروز یک صحبت پایه‌ای داشتم در رابطه با گفتگویی که با یکی از فرهیختگان ایران داشتم و ایشون به مسئله‌ای برخورد کرد و من هم پاسخی به ایشون دادم و دوست دارم که امروز روی این پاسخ مقداری توضیح بدم. پاسخی که من به ایشون دادم بدین قرار هست: درود گرامی، موافقم با آنچه که شما میگویید. اگر همه مبارزین ریشه‌ای کار میکردند، کارها بهتر پیش میرفت. همان گونه که می‌دانید، متأسفانه در سیاست کنونی هیچ امتحانی نیست مگر میزان فریب و نیرنگ، و اپوزیسیون هم در این مورد هیچ کم و کاستی ندارد. با چنین اپوزیسیونی به دشمن نیازی نیست. این اپوزیسیون خودش می‌شکند، خودش خراب می‌کند، خودش فدا می‌کند، از بین می‌برد و سپس مبارزه‌ای لطوپار شده را تحویل بیگانه می دهد. این خانه از پای بست ویران است؟ این سوال هست. آیا این خانه از پای بست ویران هست؟ به نظرم نه. همان گونه که می دانید، با از خودگذشتگی و گسترش آن برای ساختن و پرداختن انسانهای شریف و میهن دوست که منافع مردم و سرزمین خود را پرچم مبارزهشان کنند، اطمینان دارم پیروزی نصیب می شود. اما این همانند مثل اینجا میارم، این همانند گذشت از پل صراط است. پل صراط ربطی به اسلام نداره، در تاریخ ایران بسیار قدیمی تر است. مسلمان ها این رو مانند بسیار چیزهای دیگر دزدیدند. اما این گذشت همانند گذشت از پل صراط است، بدین مفهوم که چون نیکو فرزندان این میهن از روی تناب باریک پل صراط می‌گذرند، پست اندیشان، خرد اندیشان، حسود نگران، خود بزرگ بینان نیز دانسته و ندانسته از هر دو طرف این پل به سوی آزادگان سنگ پرتاب می‌کنند. آیا گذشت از این پل با چنین برخوردهایی امکان پذیر است؟ پاسخم این است که آری، ما می‌توانیم. اگر از ابراز کاستی ها نهراسیم،
اگر کاستی های خود را نیز پنهان نکنیم، اگر برای حال و آینده بسازیم و تنها حال را نبینیم، اگر گذشته را چراغ راه آینده کنیم و آن را از دور بنگریم و به کار ببندیم، اگر تخم اعتماد به خود و مردم خود را بکاریم و ریشه‌اش را آبیاری کنیم، اگر نادانسته سخن نرانیم، اگر برای هر پرسشی توانایی گفتن نمیدانم را داشته باشیم و اگر علی رغم اگرهای بالا از ادامه راه خسته نشویم، بیگمان آینده روشن خواهیم داشت. پیروزی و سربلندی ایران و ایرانی هم آرزوست. من این پیامی بود که به ایشون دادم و در این پیام گفته های بسیاری نهفته است. این که ما ببینید در گفتگوهای به اصطلاح علمی، شما وقتی که یک جایی دور هم جمع میشید و در رابطه با مسئله ای صحبت میکنید، همه نگاه میکنن و ببینن که پایگاه صحبت شما و به اصطلاح اون ریشه‌ای که شما ازش درس گرفتی و آموختی چی هست. مثال میزنم، اگر شما بلند شید و برید در به اصطلاح مثلا ناسا، سازمان ناسا، و صحبت کنید در رابطه با این که چجوری فشفشه هوا بالا می کنند، خب همه به شما می خندن. سیاست هم چیزی جز این نیست. یعنی شما نمی تونید بیای در رابطه با چیزهایی مثل مثلا فرستادن انسان به فضا به فشفشه بچسبید. این هست که اکثر متاسفانه سیاست مداران ما چون نیازی به داشتن مدرک ندارند، چون نیازی به داشتن اینی که نشون بدن که آقا اینها آیا سوادی در این مورد دارند، آیا تحقیقاتی در این مورد کردند، ریشه اینها به کجا وصل هست، بدون به اصطلاح اینی که مسائل رو در نظر بگیرن، اومدن در بین مثلا کسانی که کارشون فضا هست صحبت این میکنن که آقا چجوری فشفشه رو هوا میکنید و چون بارودی که شما استفاده میکنید نوعش این هست و آن هست، بنابراین سفینه شما به دور کره ماه نخواهد رفت. حالا هرچی که شما توضیح میدید آقا ما بر اساس علم فیزیک، بر اساس علوم ریاضی یک همچین برداشتهایی رو داریم، اینا به همه حرفهای شما گوش میدن. دقیقا پشت سر هم شما تمام این مسائل رو برای اینها به قول ما شیرازی ها حلاجی میکنید. دست آخر وقتی که از توان برخورد کم میارن و میمونن درش، صرفا در میان میگن که آقا جون همه این حرفایی که شما زدید دروغ هست، همه این حرفایی که زدید بی‌پایه است، یعنی راستی و درستی و به اصطلاح اون مسئولیتی رو که باید نسبت به مردم و سرزمین خودشون رو داشته باشن ندارند. و این اگر دقت کرده باشید در چند روز گذشته در بسیاری بحثایی که من در فیسبوک و جای دیگه داشتم خودش رو نشون داده و من به این جور آدم‌ها مغز فندقی به اصطلاح گفتم، ناراحت شدن از این مسئله که من چرا اینا را مغز فندقی می نامم. ببینید صحبت بر این هست که 40 و به اصطلاح 40 سال پیش، شاید کمتر 39 سال پیش، من صحبتی داشتم با طرفداران گروهی به نام سربداران و اینها، این رو قبلا هم گفتم، صحبت بر این بود که آقا بیایید اسلحه بگیم دست هم بگیریم بریم در داخل ایران فلان کار رو کنیم، در مقابل این رژیم بایستیم، نمیدونم فلان جا رو بگیریم. سوال ما از اینها این بود که برنامه کاری شما چی هست؟ بر چه اساسی؟ بازده کار شما چی هست؟ نقشه کار چی هست؟ البته خب مسائل امنیتی اون روز حکم میکرد که در رابطه با مسائلی نمیشد صحبت کرد، ولی ما به اینها به حضور گفتیم آقا چند نفر سرباز دارید؟ چقدر چه مقدار اسلحه دارید؟ چه مقدار فشنگ دارید؟ پدر بزرگ من زمانی که من شاید 6-7 سالم بود به من گفت پسر جون بدون خودکار تو، بدون کاغذت بیرون نمیری، چون امروز سرباز امروز قلم و کاغذش دستش هست، چه رسد به این که سربازی که میخواد بره جنگ و اسلحه و فشنگ باید دستش باشه. مگر میشه شما به یک جنگ نابرابر با اسلحه کمتر و کوتاه‌تر، با فشنگ‌های کمتر و سربازهای کمتر جلو برید؟ این بحث 39 سال پیش بود. امروز هم وقتی شما با یک عده صحبت میکنید میگن که آقا ما مگر دبستانی هستیم که بریم کلاس درس و اینها رو یاد بگیریم؟ زندگی همین هست، سیاست همین هست،
خیر اینها نیست. شماها در حقیقت نه تنها به شخصیت خودتون، نه تنها به شخصیت مردم ایران، نه تنها به سیاست درون ایران دارید خدشه وارد میکنید و به اصطلاح توهین میکنید، بلکه مبارزه مردم ایران رو هم به ناکجا آباد میبرید. این هست که آقا اگر تو نمیدانی جرأت این رو داشته باش که در بیای بگی نمیدانم. یادم بدید. نه یا بگو بعد از این همه اسناد و مدارک که به شما نشون میدن، وقتی که مشخص میکنن که چه خبر بوده. مثال میزنم در رابطه با کریمپور شیرازی، ایشون یکی از مخالفین زمان شاه بود که در زمانی که به اصطلاح پهلوی‌ها تونستن قدرت رو از دوباره به دست بگیرن و حقنه کنن خودشون رو بر مردم، ایشون رو در یک جریان میهمانی شام که اشرف پهلوی رو انداخته بود زنده زنده سوزاندند. حالا این عالی جنابان احمقهای مغز فندقی اومدن میگن که نمیگن که آقا همچین چیزی رو اسناد مدارکی هست. اسناد مدارک هم رو هم گذاشتیم جلو اینها و در میان میگن که آقا همچین چیزی نبوده، اگر هم چیزی بوده همه اینهایی که شما میگید خودشاه هست. خب با یک همچین برخوردی و با یک همچین کسانی که ببینید اینجا مسئله این نیست که اینها سلطنت طلب هستند، اینها مسئله این نیست که طرفدار کدام سازمان هستند، اینها خودشون به خودشون خائن هستند، اینها خودشون دارن ریشه خودشون رو میزنن. بنابراین با یک همچین اپوزیسیونی که حاضر نیست با خودش صادق باشه، با خودش راست و درست باشه، به چگونه بایستی برخورد کرد؟ یک همچین انسانهایی دو نوع هستند. یا کسانی هستند که دانسته آب به آب آب به آسیاب دشمن می‌ریزند که در اون صورت حساب اینها مشخص است و از اینها هم تا دلتون بخواد هست. یکی دیگرش اون کسایی هستند که نادانسته همچین غلطهایی می‌کنند و اینها شاید در بعضی بسیاری از مواقع مشکلات بیشتری ایجاد می‌کنند، برای اینکه میان پای صحبت‌های همون به اصطلاح خودفروخته‌ها آتش اونها رو داغ‌تر می‌کنند. بنابراین ما راستی و درستی رو باز باید ببریم به پایه. به قول این جنابی که محترمی که با من صحبت می‌کرد میگه آقا شما واقعاً هم حقیقت این هست، کدام شما کسی رو دیدید که هنوز به اصطلاح دبستان رو تمام نکرده مستقیم بیاد بره دانشگاه؟ هنوز علم به اصطلاح فیزیک و شیمی و ریاضیات کلاسای دبیرستان رو طی نکرده بیاد بره مثلا سر کلاس پروفسورشیپی اینا و اونجا این مسائل رو یاد بگیره؟ کجا همچین چیزی دیدی؟ اما در سیاست فاضلتون بخواد همه سیاستمدار هستن. در داخل ایران یک حکومت بسیار آدمکش، یک حکومت متجاوز با فرهنگ و ایده بسیار واپسگرا که 1400 سال که چه از کنم 1400 سال به عقب کشیده، 1400 سال هم بایستی زحمت بکشیم که بیام سر خط اول، میشه نزدیک 3000 سال ملت‌ها رو به پس کشیده که با آزادی کامل داره صحبت میکنه. حالا اومدن از من میخوان که بشینم به اصطلاح با طرفداران اینها گفتگوی رو در رو و رسمی داشته باشم. خیر، من با اپوزیسیون طرف هستم. اپوزیسیون اگر میخواد بیاد صحبتی کنه و این اپوزیسیون بایستی موقعیت خودش رو در رابطه با رژیم کنونی ایران مشخص کنه. اگر اپوزیسیون رژیم کنونی ایران هست و هدفش براندازی این رژیم هست، من با این صحبت دارم. ولی اگر هدفش این هست که این رژیم رو نگه داره، بره دنبال کار خودش. به اندازه کافی برای همچین سازمانهایی و برای همچین کسانی در داخل ایران آزادی هست و اینها دسترسی به کلیه رسانه ها رو دارن. یک مسئله بسیار مهم دیگر این است. پس از گذشت 40 سال آبروریزی این سازمانها، پس از گذشت 40 سال آبروریزی و رو شدن به اصطلاح نکبت این رژیم، رژیم جمهوری اسلامی، همان گونه که پس از 57 سال مردم شناخت بهتری از رژیم شاه پیدا کردند، امروز ترفندهای جالبی پیش اومده. طرف مدعی هست که رفته دکترا گرفته. من نمیدونم، من خودم دکتر تربیت میکنم. هیچ دکتری رو که من تربیت کردم در علوم به اصطلاح فنی و مهندسی هرگز به این نگفتم که آقا به علوم گذشته کار نداشته باش. غیر ممکن هست یک مهندس امروزی در به اصطلاح پیشرفته ترین صنعتی کشور صنعتی دنیا از اصول لگاریتم خوارزمی که چند صد سال پیش اومده اینها رو به اصطلاح
ابراز کرده بیخبر باشه و یا بدونه بتونه بدون استفاده از اونها مسائل مهندسیش رو حل کنه. حالا این به اصطلاح دکتران امروزی که اومده در غرب هم دکترا گرفتن به من و ما ایرانی میگن آقا گذشته ها رو فراموش کنید، گذشته گذشته، بیاید حالا رو در نظر بگیریم. اون وقت پشت سرش از دوباره تابلوی به اصطلاح رضا قلدر بزدل و حاج محمد رضا رو پیش میکشن که آقا ای چه تا کشور خوبی داشتیم، ای چه بهشتی داشتیم، اونها نمیدونن فلان کردن. خیر از این خبرها نیست. خاک به چشم مردم ایران، هر چه بیشتر بپاشید در حقیقت ما گذشته خودتون رو دارید کور میکنید. زندگی به همین سادگی نیست. بنابراین امروز کار به جایی رسیده که ما بایستی بریم به اون قسمت به اصطلاح نادانی که آتش بیار معرکه اینها شده به اونها دست بدیم. وضع این اپوزیسیون روز به روز داغانتر می شود. اما اگر راستی پیشه کنیم به نظر من موفق می شیم. زنده و پیروز، در خدمت شما هستم. بسیار ممنونم از شما. ای کاش اسامی اونهایی هم که این صحبت ها رو با شما داشتن می گفتید. فکر کنم یکی از اونها آقای یوسفی باشه از هلند، ولی خب بعضی وقتا شماها دوست ندارید که تبدیل بشه به یک جربحث شخصی، شاید هم اینجوری بهتر باشه. ولی آقای نیساری، اگر دوستان دیگه هم همین چیزایی رو که شما گفتید درباره شما بگن، درباره آقای آپتین بگن، درباره دیگران بگن، مثلا شما میگید که من با همه کس صحبت نمی کنم، خب بعد میبینیم آقای آپتین تقاضا میکنه، تقاضا که نه، دعوت میکنه از آقای شریعت مداری یا آقای رضا پهلوی، و وقتی اونا نمیان میگه چون نیومدن پس دلیل اینه که من درست هستم و اونها نادرست. یه چیزی شما گفتید، مگه میشه رفت جنگ با سرباز کمتر و با اسلحه های قدیمی تر؟ من به شوخی میگم بله میشه رفت، ولی شکست میخوره آدم. بعد صحبت دیگه ای که شما کردید داخل صحبتاتون این بود که طرف وقتی میاد بگه ما چند نفریم، کی هستیم، چی هستیم، و خب همین سوال هم برای شما صدق میکنه. دیدم در صفحه فیسبوک شما اگه اشتباه نکنم سیوم این ماه یا زادروز یکی از سردار اسد یا یکی از اینهاست، و دوستان شما یا خود شما حتی دعوت کرده بودید از مردم. من قبلا هم درباره این دعوت ها گفته بودم، اینها به نظر من خیلی ضرر میزنه. اینکه مثلا سوربی دعوت میکنه از تمام ایرانی ها روز شنبه بیان بیرون. آقا بیان بیرون کجا بیان؟ برای چی بیان؟ چه کار کنن؟ چند ساعت؟ شعار کیه؟ بلندگو دست کیه؟ چه کسی در طی راه اگه بیان توالت گذاشته که مردم برن از توالت استفاده کنن؟ آقایی به نام ناصر رحیمی، من ایشون رو چندین سال میشناسم، فکر کنم زندانی دوره شاه هم بوده، زندانی دوره خمینی هم بوده ببخشید، و ایشون یکی از افسرای نیروی هوایی، حالا اگه اشتباه نکنم، بالاخره تو همین مایا یک ویدیوی فرستاده بود، و جالب این بود که آقای شاهین فاتحی فرستاده بود. بعد این ویدیو رو که شما میبینی، این آقا اومده با شورت نشسته روی مبل، دوربینم پایین داره خشتکش نشون میده. خب ببخشید اینو میگم، هم من هم اونایی که پیرن میدونن، افرادی که پیر میشن بیزه هاشون بیشتر آویزون میشه. من هر لحظه منتظر بودم که بیزه های این الان از تو شورتش بزنه بیرون. برای آقای فاتحی هم نوشتم آقا خب اقلا یه شلوار بپوشید، حالا اگر شلوار خیابون نمیپوشید یه زیر شلواری بپوشید یا دوربینو ببرید بالا. بعد این آقا با آب و تاب توضیح میداد من دیگه ممکنه نیام تو فیسبوک، چون الان سه جلسه هست گذاشتم و در ایران هیچ خبری نشده. واقعا اینا فکر میکنن همه مردم ایران 80 میلیون دسترسی دارن به اینترنت و نشستن و برنامه این منتظرن که این تا گفت بیاین تو خیابون، بیاین تو خیابون، بعد چه کار کنن؟ آمدیم که یک همچین اتفاقی افتاد، سوربی حرفی زد و 80 میلیون شنونده هم گفتن آقا درست میگه، ما میخوایم عمل کنیم. خب فرداش سوربی برنامهش چیه برای اینها؟ چه کار میخواد بکنه؟ در برگردیم به همین ایرادایی که شما از دیگران گرفتید، اگر یکی این ایرادا رو از شما بگیره جواب شما چیه؟ و نظرتون درباره این که هر از چند روزی به اصطلاح برنامه های اجرا چیز بشه، به اصطلاح عنوان بشه
به مناسبت بزرگداشت کوروش کبیر 7 آبان، به مناسبت بزرگداشت سردار کاوه آهنگر، نمیدونم. خب مردم اصلا دیگه میگن بابا اینا یه مشتی روان پریش هستن که نشستن در خارج، اینجا میگن ساحل آرام. حالا من نمیدونم منظورشون اقیانوس آرامه یا به اصطلاح زندگی آرام. و تا حالا من ندیدم، تنها کسی که دیدم و اونم عمل نکرد این حقا بود، گفت که من میام میرم ایران و جنبشم یکم جون گره. بعدم که افرادی مثل آقای فاضلی و اینا تماس گرفتن، آقا نرو خطر داره، گفتیم اه خطر داره. خب پس اگه اینجوری بود به خمینی هم میگفتن خطر داره، او هم نمیرفت. ولی اونا رفتن خطر کردن. اصلا یه شعرهایی هست که جانا در ره عشق باید خطر کرد، باید از یه چیزایی گذر کرد. من ساکت میشم، شما در این موارد خودتون رو بذارید جای افرادی که از شما ممکنه همین ایرادو بگیرن، به ما توضیح بدید که نظر شما چیه و چرا شما فکر میکنید شما و دوستان شما این کارهایی که میکنن توجیه کننده است و به اصطلاح موجه هستن ولی دیگران نه. بفرمایید. پرسش صدای من میاد؟ بله بله بله. ببینید، صحبت هایی که شما کردید مثل این هست که بگیم که آقا گردو گرد است، کاملا گردو گرد است، اما هر گردی گردو نیست. جواب شما این هست، مسئله های سربی به همین سادگی نیست. ببینید، بله، وقتی که ما میگیم که میخوایم بیان بشینیم با فلان کسا صحبت کنیم و اینها نمیان، بنابراین یک جای کارشون ایراد داره، ما درست میگیم به دلایل بسیار مهمی. ما دعوت کردیم از رهبران اپوزیسیون، یعنی کسانی که مدعی براندازی، یا به اصطلاح به نظر میرسه که مدعی براندازی رژیم جمهوری اسلامی هستند، بنابراین از رهبران آنها دعوت کردیم که بیان و پاسخ بدن. وقتی که رهبریت اینها پاسخ نده، یک جای کار اینها عیب داره. حالا من این رو برمیگردونم به گفته های شما در رابطه مثلا با رهبریت سازمان ما. بسیار عالی. بنابراین اگر کسی بیاد از سازمان ما دعوت کنه و بگه آقا ما میخوایم بشینیم با شما صحبت کنیم و ما صحبت ایشون رو حاضر نشیم با ایشون بشینیم، شما نبایستی اینجا سری در بیاری یا آقا چون نیامده بشنسته کارش غلط است. بایستی ببینی ما صحبت اون چی است. این جناب آقای یوسفی که شما دارید میگید اومده میگه که آقا میخوایم بیان بشینیم با شما و شما رو خراب کنم، میخوام بیام نمیدونم زیر روتون رو به هم بریزم. بیاد بریزه، ما که اقرارمون این نیست که، من که برام اصلا مهم نیست که کسی بخواد بیاد بی من رو به هم بریزه یا نریزه. این مسائل بسیار مهم است آقای سوربی، من این رو بیشتر میشکافم. ایشون اگر طرفدار یک سازمان به خصوصی هست، من رهبریت اون سازمانش رو که به اصطلاح سر دسته ایشون هست و سوالات محکمتری داره و سوادش از سواد ایشون بیشتره، من اون رو میخوام بیاد بشینه جلوی من و صحبت بکنه. وقتی که من نشون دادم به مردم که اون چی هست، ما بقیه هم حل میشه. منتها این آقای به اصطلاح یوسفی که فرد بسیار خسیف و بسیار پایینی هست از بلحاظ حتی انسانیت، در رابطه با سوالهایی که من از ایشون کردم که آقا نظر شما راجع به براندازی چی است، نظر شما به اپوزیسیون چی است، سوالهای بسیار عمده‌ای من پنهان نکردم. من مثل بقیه رهبریت سازمانهای دیگر در نرفتم، من اومدم سریع اعلامیه درست کردم و این رو در فیسبوک خودم رو هم گذاشتم، کاملا اون سوالهایی رو که از ایشون کردیم جلو گذاشتیم که آقا موقعیت خود مشخص کن. یعنی ما اینقدر احمق هستیم که رژیم جمهوری اسلامی بیاد به دو نفر به اصطلاح دون مایه همچون ایشون یک حقوق به اصطلاح بده با اون دستگاه فکستنی تلویزیونی که برای خودش راه انداخته بیاد بشینه مردم خراب کنه؟ اصلا بحث ما از روز اول در رابطه با جنبش ایران بانان این هست جناب. این بحثی است که من با جوابی است که به یکی از همین ها دادم، اومده میگه آقای نیساری ما حاضر هستیم شما رهبریت رو بپذیرید، شاهزاده رو رها میکنیم، دنبال شما راه میافتیم. به ایشون جواب دادم که جناب اگر حتی این امکان بود و حتی این مسئله بود که من با آمدن به جلو یا شخصی مثل من همه شما سلطنت طلبها پشت سر من جمع بشید، باز همچین کاری اشتباه هست.
چون دشمن من رو با یه تیر میزنه و بالاخره یک نفر دیگر رو به جای من میگذاره. بحث ما در جنبش ایران بانان رهبریت مردم هست. بنابراین این آقای یوسفی وقتی که میخواد بیاد من رو بکوبه، میخواد بیاد به من شخص برخورد کنه. وقتی من با خانم مریم رجوی روبرو میشم، وقتی من با آقای حاج پسر رضا پالانی روبرو میشم، وقتی با رهبریت به اصطلاح شورای گذار روبرو میشم، من برنامه ها و گفته های اونها رو به زیر میکشم. من کاری به این که 160 نفر رفتن اونجا نشستن و اسمشون چی هست، رسمشون چی هست و به اصطلاح سابقه کار اینا چی هست اصلا ندارم. من برنامه اونها رو به زیر ذره بین میگذارم. ایشون اومده میگه خیر من میخوام شخص شما رو به کثافت بکشم. آقا بنده، خب من که از همون روز اول به همه گفتم ما در جنبش ایران بانان نوکر، خدمتگزار و خاک پای مردم ایران هستیم. هم سرود من به اصطلاح سلام احوالپرسی من هم به فرزندان گرسنه ایران هست. ایشون میخواد چی کار بیاد بکنه؟ میخواد بیاد من رو خراب بکنه؟ اول که خیلی آدم بسیار کوچکی هستن یک همچین کسانی، ولی من این پاسخ رو در به اصطلاح جریانی که در حوزه علمیه هامبورگ همین مسلمان ها راه انداخته بودن که تظاهرات گذاشتیم که کسی درش نره، آمدند و در دیه به اصطلاح دانشگاه محلی این جلسه رو گذاشتن، عربده کشی میکردن که آقا در غرب آزادی نیست، در غرب دموکراسی نیست، در غرب انسانیت نیست، انسانیت در اسلام هست. همون پاسخی که به اونها دادم اینجا هم میدم. اگر شما انسانید، اگر شما جرأت دارید آزادی رو در داخل ایران برای همه به وجود بیارید، اجازه بدید همه در ایران سخن بگن، آزادانه گفتگو کنن، اون وقت من هم بله بلند میشم میرم در داخل ایران اونجا گفتگو میکنم. نه اینکه برنشم برم اونجا من رو به اصطلاح به قول خود شما بگیرن بکشن. خب چه فایده داره برای مردم ایران یکم چنین کاری؟ رهبریت از آن مردم ایران از آقای سوربی. اون زمانها گذشته که یک شخص بخواد بیاد اعلام رهبریت کنه و براش مهم باشه که آبرو داشته باشه یا نداشته باشه. امروز حول خواسته ها میگردیم نه شخص. هدف من این هست. حالا این آقای یوسفی و حتی بزرگتر از اونها بسیار کوچکتر هستن. اگر راست میگن آقای خامنه‌ای رو بیارن جلو، اگر راست میگن اون آقای به اصطلاح کلیساد رو بیارن جلو، من با اونها میشینم در هر جا خواستن گفتگو میکنم و سو به شرط این که در ملأ عام باشه. در ملأ عام با همه صحبت میکنم. ولی این کوچک های مغز صندوقی که دو قرون بهشون پول دادن معلوم نیست از زیر کدام بطه‌ای در اومدن، وقت همچین کارهایی رو نداریم. این در رابطه با به اصطلاح ایشون و تفاوت برخورد ما با سازمان‌های گوناگون. ما رهبریت سازمان‌های گوناگون رو جلو می‌خوام بیاریم برای اینکه می‌خوایم مسائل ریشه اینها رو از بن به اصطلاح مورد گفتگو قرار بدیم. شاید اینها بتونن ما رو قانع کنن، ما که قانع به همین سادگی نشدیم، ولی بیان قانع کنن، راستی و درستی پیشه کنن. بنابراین من بحثم این نیست که خانم مریم رجوی رو بیارم به اصطلاح لطوپارش کنم و شخصا بی‌آبروش کنم. همچین کاری من ندارم. این کار یک انسان بی شخصیت است که بخواد همچین مسائلی اینجوری برخورد کنه. حالا این یه مسئله. صحبتی دیگری کردیم در رابطه با اینکه آقا یک روز هفت آبان، یک روز فلان. من باز برمیگردم به این مسئله. ببینید گردو گرد است، هر گردی گردو نیست. هفت آبان همین امروز شما نگاه کنید، سال به سال تعداد کسانی که دور هفت آبان جمع میشن بیشتر و بیشتر میشه. آقا امکان داره که این هفت آبان به اصطلاح 100 سال دیگر، خیر 200 سال دیگر میلیون ها دور جمع بشن. بسیار عالی. برای من مهم نیست که همین امروز کسی دور این جمع نشده. 31 اردیبهشت بزرگداشت سردار اسعد نیست، بزرگداشت سرداران هست و سردار اسعد یکیش بوده. کسی که از گذشته خود، ملتی که تاریخ خود را نشناسد، آینده خود را نیز در دست نخواهد داشت. بنابراین 57 سال پالانی، 40 سال به اصطلاح این دست نشانده های اجنبی، چه کسی اینجا وظیفه‌مند هست که سرداران تاریخ ایران رو بلند بکنه؟ چه تعدادی از انسان ها و فرزندان غیور ما رو در زندان های پالانی ها به نام خرابکار اعدام کردند و چه تعدادی رو همین رژیم ددمنش در زندان هاش به جوخه اعدام سپرده به نام قاچاقچی و نمیدونم زناکار و فلان و بلان، در صورت که تمام اینا کار خودشون هست. اون کسانی که نادانسته سرداران ایران رو همانند همین به اصطلاح اجنبی پرستان
یا قید حساب میارن اونها در اشتباه هستن. ما فرزندان ایران تاریخ خودمون رو میشناسیم، از تاریخ گذشته خود درس میگیریم و تاریخ گذشته خود را به هیچ کسی نمیفروشیم، نفروخته ایم و نمیفروشیم. ما جان میدهیم اما خاک نمیدهیم. تفاوت ما با دیگران این هست. بنابراین بله، ما هم گرد هستیم و اما گردو هستیم. حالا این بحث ما هست. اگر واقعا مرد میدان هستم بیان جلو، در خدمتتونم. بسیار ممنونم از شما. وقتی شما صحبت میکنید سوالای بیشتری میاد و این یکی از محاسن همین صحبت کردن با دوستان هست. من به دوستانی هم که اینجا، حتی اون آقای جوادی که تو کانال یک بود با شهرام همایون و آقای دکتر صالحی‌نیا، اینهایی که طرفدار حزب کارگری و ادعا میکنن طرفدار کارگران هستن، و من به شما قول میدم که یک روز هم کار نکردن، البته این سعیدی صالحی‌نیا واقعا کار میکرد اینجا. ازشون میپرسم شما مثلا الان تو صحبتاتون میگید که ما میخوایم مردم حکومت کنن، اونها میگفتن کارگران میخوان حکومت کنن. بهشون میگفتم خب برای من توضیح بدید، شما بگید فردا که شما پیروز شدید، مثلا اونی که داره با بیل زغال میرزه توی لوکوموتیو ترن، میگی شما بیا بس دیگه، شما خیلی زحمت کشیدی، شما بیا بشو وزیر معادن. گفت نه آقا، شما متوجه نیستی، کارگر که فقط معنیش کارگران نیستن، معلمم کارگره، دکترم کارگره، مهندسم کارگره، زن هم که اگه حتی بیرونم کار نکنه کارگره، داره تو خونه کار میکنه. گفتم خب اگه همه کارگرن، این که خیلی دیوانگی میخواد که شما بیان بگید ما فقط دنبال کارگران هستیم و میخوایم کارگران پیروز بشن، و ضمناً به من بگید مثل کدام کشور؟ مثل شوروی که بعد از 70 سال الان این ثروتمندایی که از داخلش میان بیرون داریم میبینیم چه جنایت ها میکنن، مثل کجا؟ این در رابطه با کارگران اونها. ولی در رابطه با شما، ما فکر کنیم 30 اردیبهشت بر اساس گفته شما، دعوت دوستان، حتی توی نوشته ها توهین هست به دوستان. همین الان برید نوشته آقای بهرام آبتین نگاه کنید، میگه اگه شما وطن پرست هستید، اگه ببخشید منو یاد ملا نصرالدین میندازه، دعوا شده بود، طرف بهش گفت اگه مردی وایسا، میخواستن بزننش 4-5 نفر، گفت من نامردم و وای نمیستم. آقا خب شما میگه اگه وطن پرستی حرف منو گوش کن، طرفدارای رضا پهلوی میگن اگه وطن پرستی حرف منو گوش کن، طرفدارای مجاهدین میگن اگر وطن پرستی حرف منو گوش کن، چرا به مردم آزادی نمیدید؟ براشون توضیح بدید، بگید اگر موافق این برنامه های من هستید، برنامه های بعدی ما چنین هست و چنان. حالا شما لطف کنید حدود 7 دقیقه برای ما توضیح بدید این حکومت مردمی که شما میگید، ما چشمانو ببندیم، تصور که میتونیم بکنیم، میتونیم عمل نکنیم، ولی تصور کنیم. شما گفتید و 30 اردیبهشت همه رفتن، این سال روز بزرگ داشته قهرمانان ایران و دونستن تاریخ و جشن گرفتیم، و 31 هم آخوندا همه یه مرض جدیدی گرفتن از بین رفتن. آقا چی میشه تو شهر خودمون در یه مقیاس کوچیکی برای من توضیح بدید که من و شما، من از آمریکا، شما هم از اروپا برگشتیم رفتیم شیراز، الان چی میشه؟ چه جوری میخواد بگرده؟ دولت گذار آقای شریعت مداری میخواد حاکم باشه؟ دولت گذار دیگه‌ای هست که ما خبر نداریم؟ یا اینکه شما با صداقت، با شجاعت، با رشادت میخوان حکومت مردمی بپا کنید؟ برای ما این حکومت مردمی رو توضیح بدید. آفرین، صدای من میاد؟ بله بود. خب ببینید آقای سوربی، این مسئله رو به همین سادگی، یک زمانی از شما میگید آقا جون هست یا نیستی، فقط بگو آره یا نه، به همین سادگی نیست. ببینید صحبت ما این هست که تعداد ما در جنبش ایران بانان تعداد به اصطلاح آنچنانی نیست که ما بتونیم بیایم حکومت رو در دست بگیریم. این صحبتی رو هم که می کنیم که آقا اتحاد اتحاد، صدای من میاد؟ معذرت میخوام. بله بله. ببین این صحبتی هم که ما می کنیم بس در این هست، ما بایستی
از کلاس یکم اکابر، از کلاس یکم اکابر. پس از 100 سال مبارزه اپوزیسیون ما کار رو به جای رسانده که بایستی برای اینها از کلاس یکم اکابر شروع بکنیم. بگیم بابا جون، اینی که سازمان‌های متعددی هستند، اینی که به اصطلاح افرادی هستند با ایده‌های بسیار گوناگون، این که یکی داره میاد میگه آقا جون کارگری میخوام، یکی دیگه میاد میگه غیر کارگری میخوام، یکی میاد میگه نمیدونم فلان چیزو میخوام، اینها هیچ ایرادی نیست. این قالی هر چه رنگش بیشتر، نقشش زیباتر، یک همچین چیزی هست. تصمیم گیرنده نهایی مردم ایران هستند. حالا این مردم ایران رو ماها بسیار کم فرض کردیم. علتش هم کاملا مشخص است. به خاطر اینی که در سال علارغم انقلاب مشروطه که ما رهبریت به اصطلاح اسلامی اون زمان رو به دار کشیدیم، کلاه پهلوی ها سرمون رفت که کلاه فرانسوی ها غیره بود. پس از اون هم کلاه به اصطلاح خمینی رو آمدن سر ما گذاشتن و فردا هم کلاه دیگری سر ما خواهند گذاشت. آینده ایران بسته به آگاهی، بسته به دانش فرزندان ایران هست، در دست من نیست. اگر من فردا به عنوان یک فرد به نام رهبر در ایران سر کار گذاشته بشم، آش همان هست و کاسه همان. بنابراین مردم بایستی سیستمی رو بپذیرن که در درونش تنها قانونگذاران سرزمین مردم هستند. حالا اگر این جا بیفته که آقا قانونگذاران اصلی این سرزمین مردم هستند، ما همین جا بیفته مسئله ما حل است. برای شما توضیح میدم. دفعه قبلم گفتم ببینید، ما یک قانون اساسی داریم، یک قانون به اصطلاح قضایی و غیره و فلان داریم. ما اون قانونی رو که کشورهای پیشرفته دنیا اومدن به اصطلاح ریشه و شیره جان قانون اساسیشون کردن، در ایران نداریم. و اون شیره جان که بایستی قوانین اساسی و دیگر حول اون پایه ریزی بشه که میشه پایه منشور یک پارچگی ایران، ما اون رو در ایران نداریم. حالا سازمان ما یکیش هست به اصطلاح که کمچین پایه منشوری آورده. هر چی که دیگران میخوان بگن، این قانون اساسی نیست، اصولی هست بسیار ساده. و ما اگر اینها رو در میان مردم نقش بندازیم، من به شما اطمینان میدم اگر مردم این قوانین رو بپذیرن، هر حاکمی که سر کار بیاد در حقیقت سنگ محکش دست این مردم هست. بنابراین ما مسئله رو ساده نمیگیریم. ما نمیگیم همین فردا که ما اومدیم انقلاب میشه و به اصطلاح روز 31 اردیبهشت انقلاب میشه. خیر، ما نسبت به وظیفه‌ای که به نیاکان خودمون داریم، که به خودمون داریم، که به فرزندان خودمون داریم، تاریخ خودمون رو زنده میکنیم. حالا رژیم هر غلطی که میخواد بکنه، میخواد بیاد بزنه تو سر مردم، بیاد بزنه، مقاومت میکنیم. اگر این کار 100 سال دیگر هم طول بکشه، ما به این حرکتمون و زنده نگاه داشتن تاریخ ایران ادامه خواهیم داد. گذشته رو فراموش نمی کنیم. آقایونی که دنبال سلطنت طلبها و از به اصطلاح این کسان و ناکسان افتادی، ما فرزندان ایران تاریخ گذشته ایران رو فراموش نمی کنیم. آن را برای خود و برای فرزندان خود زنده نگاه می داریم. اگر فردا پیروز شدیم چه بهتر، نشد پس فردا. اما در بین مردم خودمون تخم آزادمنشی، تخم این که بپذیرن که آقا من ایدم با آقای سوربی متفاوت هست، ولی مادامی که هر دوی ما مملکت فروش نیستیم، مادامی که هر دوی ما مردم فروش نیستیم، مادامی که هر دوی ما حاضر نیستیم برای اجنبی کار بکنیم اما برای آینده خود و مملکت خود کار میکنیم، ایرادی نداره که ما ایده هامون به هم یکسان نباشه. بله، یک روزی هم خمینی، من یادم هست، اومد گفت آقا حتی یاخته ها و سلول های خون هم کارگرند. باشه، ایده این بود، دروغ میگفت، فلان میکرد. سازمان هایی که در داخل ایران، من همیشه نظرم این هست، هر سازمانی که بخواد بیاد دیکتاتوری در بر روی مردم ایران به اصطلاح بیاره، در حقیقت یک جای کارش عیب داره آقای سوربی. بنابراین هدف ما این هست، دراز مدت اما همزمان کوتاه مدت. ما هم آینده را، هم حال و هم آینده را، نه تنها حال را. حالا شما میگید آقا جون اومدیم و فردا مردم ریختن، هر چه زودتر مردم بریزن توی خیابون و این رژیم رو به اصطلاح بندازن، یک روز به نفع مردم ایران هست. اما این هم درست است که اگر مردم ایران، نه من، نه به اصطلاح فقط رهبریت جنبش ایران بانان، نه رهبریت به اصطلاح
جنبش ایران بانان به اصطلاح کرد یا اقوام دیگر، بلکه هر اگر مردم اون پای ریشه ها رو درک نکنند، اگر ما ندانیم که حق ما چیست، 100 سال 200 سال دیگه باز همین کلاه سرمون میره. بنابراین مسئله ما فقط اینی که فردا بیان توی خیابون بریزن و بگیرن نیست. حالا بحث شما این است که آقا مردم با دست خالی بیان توی خیابون چه کار کنن. مردم بسیار، آقای سوربی به شما قول میدم، از من و شما بسیار زرنگتر هستن. مردم ایران عقلشون در عرض این 40 سال به درستی پیش اومده. درسته که به اصطلاح نگران نون و آب و فرزندان خودشون هستن، ولی من فرزندان ایران رو دست کم نمیگیرم. منتها همین فرزندان ایران همون پاتوقی رو که بارها به سازمانهای گوناگون دادم این هست: اگر راستی و درستی پیشه نکنی، اگر در جهت خرد شیشه است، اگر با هدف این است که بیای به دست بگیری و بدزدی، بهتر است به شما به اصطلاح تکیه نکنن. اما باید این رژیم رو بندازن و باید خودشون در اساس خواستهای مردمی سر کار بیان. کار ما در جنبش ایران بانان این هست و در کنار ما سازمانهایی هستن و فریستگانی هستن که اونها هم هدفشون و کارشون آگاهی رسانی هست. ما هم از اونها دفاع میکنیم و امیدواریم تعدادشون روز به روز بیشتر بشه. ناراحتی ما جنبش ایران بانان برعکس سازمانهای دیگر این نیست که آقا تعداد سازمانها داره بسیار میشه، هر چه بیشتر بهتر. ناراحتی ما این هست که حتی اگر ما همه اینها رو در یک ائتلاف ملی و میهنی جمع بکنیم، اجنبی باز هم ترفند میزنه. مثال براتون میزنم، یک آقایی هست به اصطلاحی که دو نفر بیشتر نیستن ولی خب حقوق بگیرن، اومده نام خودش رو زده ایران بانان فلان و بلان، سفت و سخت چسبیده از اجنبی دفاع میکنه. هر چی رو که ما میگیم در حقیقت داره به اصطلاح بدن میزنه. اینها حقوق بگیرن، از اینها فضلتون بخواد در زمان خواهد بود. مرد هر چی بیشتر بهتر، چون مردم چشم به گوششون باز میشه. بنابراین آقای سوربی، من ناراحتی نیستم که در 31 اردیبهشت کسی توی خیابون میاد یا نمیاد. خوشحالی من از این هست که تعدادی دوره بر ما هستن و ما تنها نیستیم که سرداران گذشته ایران رو، که به اصطلاح افتخارات گذشته ایران رو بالا بگیریم و پرچم آیندمون بکنیم. مهم این هست. زنده و پیروز. بسیار ممنونم از شما. من بعد از اینکه با شما خداحافظی کردم یه مقداری صحبت میکنم. اتفاقا اون آقای یوسفی هم اینجا هستن و ایشون هم یه چیزایی دارن می‌نویسن که من ازشون خواهش میکنم به اصطلاح بی احترامی نکنن به شما، و خصوصا وقتی که دوستان اینجا هستن. اگه شما حتی بی احترامی کرده باشید، بین شما و ایشون بوده، ولی وقتی ایشون بی احترامی میکنه، الان در محضر دوستان دیگه است. من چند تا سوال میکنم در رابطه با این چیزا. اگه شما لطف کنید قلم کاغذی بردارید و چون روی برنامه هستید بنویسید. ما امروز چون قرار است با آقای لادن هم باشیم، به اصطلاح همینجا با شما خداحافظی میکنیم و امیدوارم حتی بتونیم یه برنامه فوق‌العاده بذاریم، بیشتر باشه زمانش تا بتونیم بلکه به یک نتیجه‌ای برسیم. از شما ممنونم که وقتتون رو در اختیار دوستان بیننده و شنونده گذاشتید. برای شما بهترین‌ها رو آرزو می‌کنم. و همچنین با سپاس از وقتی که من دادید. بسیار ممنونم. دوستان عزیز، اونهایی که می‌بینید برنامه رو، می‌بینید که آقای یوسفی هم اینجا چیزهایی نوشته و واقعا این دل آدم رو به درد میاره که از این طرف اونها به این دوستمون میگن مغز فندقی، از این طرف ایشون به اونها توهین میکنن و یک راهی ما باید پیدا کنیم تا بتونیم با هم صحبت کنیم. الان ایشون نوشته گذاشته برای عموم که دوستان من ایشون رو دعوت کردم مناظره، نحوه پاسخدهی این البته نوشتن این بیمار رو نگاه کنید. و باز آقای یوسفی میگه که ایشون به من گفتن مغز فندقی در برنامه زنده شما. بله، مشکل همینه که این چیزهایی که توی فیسبوک به هم میگیم درسته که تو پیام‌های خصوصی به هم می‌نویسیم، ولی به طرف حق میدیم که ازش عکس بگیره، استفاده کنه، به دیگران نشون بده و من فکر کنم در نهایت به ضرر خودمون تموم میشه. اجازه بدید دنباله صحبت با آقای فرزاد نیساری داشته باشیم. به گواهی خود ایشون میگن که ما تعدادمون زیاد نیست. ولی اینو از آقای آبتین اگر سوال کنید، آقای آبتین هم مثل آقای فولادمن نیست که بگه همه ایران منتظر ما هستن. واقعا از همدیگه سوال کنید. اصلا شما باید ببخشید، یه پولی به من بدید من بشینم ایراد بگیرم از این.
شما میگید که این سوال خیلی ساده ای هست. آقا شما یه سوال خیلی ساده من رو پاسخ ندارید براش، فقط میگید که مردم باید حکومت کنن. باشه، مثل کجا؟ مثل آمریکا. We the people، ما مردم، دلشون خوشه یه قانون اساسی منم دارم همیشه تو جیبمونه، این قانون اساسی آمریکا اینه، این آمریکا. قانون اساسی لندن هم که قانون اساسی نداره، هر روز هر چی لازم دارن قانون میکنن و چیز میکنن. آقا جون آمریکا بعد از 250 سال انتخابات به ترامپ رسیده، مردم به ترامپ رأی دادن. انگلستان بعد از نمیدونم هزاران سال، بعد از چند سال دموکراسی به این آقای بوریس جانسون رسیدن. برزیل به اون آقایی که از ترامپ بدتره رسیده. توی ونزوئلا اون حکومته که اون میگه من نماینده مردمم، اون یکی هم میگه من نماینده مردمم. و خود شما چقدر مثال خوبی زدید، از همش نزدیکتر به ما که با پوست و استخوان حسش کردیم و میکنید. 41 سال آخوندها گفتن ما میام، من که کاری ندارم، من میرم آخوند، من میرم قوم، مردم حکومت میکنن، مردم فلان میکنن. همون آقا بعدن گفت اگر 30 میلیون بگن بله من میگم نه. دوست عزیز، مردم مارگزیده هستن، از ریسمان سفید و سیاه هم میترسن. شما یکی یکی باید هر ریسمانی رو بردارید، بگیرید دستتون، بذارید رو پوست خودتون، بذارید رو پوست بچهتون، بذارید رو پوست نوتون، بگید آقا این ریسمانه، این شما رو نیش نمیزنه. تازه شاید اون موقع مردم شما رو قبول کنه. بعدم نه توی فیسبوک آقا این آمریکا و این آمریکاییش الان که مدارس تعطیله میگن میلیون ها نفر دسترسی به اینترنت ندارن. حالا ایران اون ماجرای فیلترینگ و نادانی آخونده و اینا رو هم بهش اضافه کنید، چجوریه که هر کدوم از ما یه برنامه میذاریم، دو تا عکس از خودمون میذاریم، 4 نفر بهمون به به و چه چه میگن، یه دفعه فیلمون هوای هندوستان میکنه و میخواین جنبش را بندازید. آقا بندازید جنبش را بندازید، توی ایران به یه نفر حقوق بدید، گزارش بهتون بده. آقا حالا نمیدونم فرقه ستاد هنوز هست یا نه، بیاین ساعت شنبه نه روز جمعه ساعت 12 ظهر بیان فلکه ستاد یا به قول خودم شیرازی ها فلکه ستاد جلو اون ساعت، حالا دیگه مجسمه شاه که نیستش، باورتون میشه سروای ناز شیراز رو زدن که مجسمه شاه پیدا باشه. مجسمه رو گذاشته بودن اون وسط، این سروا بلند شد مجسمه پیدا نمیشد، سروا رو زدن. اوکی، شما بگو بیان و بهشون ساندویچ بده. آقا نمیدونم هنوز اون ساندویچ خوراک، ساندویچ لذیذ اینا هست یا نه، موسیا که دیگه فکر کنم رفته. بگو آقا ساندویچ هم بهتون میدین، بعد بشمارید ببینید 30 تا اومد. فوش ندید به اینایی که ساندویچ میخورن. آقا اگه با اتوبوس میارتش ساندویچ هم بهش میده، بعد شما خودتون میگید اینا جیر خاران رژیم هستن. آقا پس این رژیم داره پول به مردم میده، درسته؟ این ایرادی بود که از پهلوی گرفتن. پهلوی گفته بود اینا 25,000 گرفتن اومدن تظاهرات، طرف گفته بود خب احمق تو مملکتی درست کردی که مردمت محتاج 25,000 هست، برای 25,000 ایده و عقیدهشون زیر پا گذاشتن اومدن برای اون پول اقدام میکنن. دوست عزیز من فکر میکنم شما خیلی قشنگ تو صحبتاتون گفتید اگر ما به یک کسی میگیم شما باید بیای از اول شروع کنی، معنیش این نیست که باید بره از کلاس اول شروع کنه، معنیش اینه که با همه تجاربی که داری، با همه که توی رشته متخصص هستی، دکتر هستی، فوق دکتر، هرچی هستی، اگه شما میخوای رانندگی کنی آقا اینجا باید بری $4,000 بدی، یه آدمی که اصلا دندون نداره میاد میشینه، اون از تو امتحان میگیره، اون به تو یاد میده، وقتی اون گفت بله کاغذو داد، شما میری DMV از اون امتحان میگیری. یعنی سیستم شما اگه میخوای حزبی داشته باشی، جنبشی داشته باشی، این نیست که هر روز یه اسم جدیدی به قول خودتون میگید. اینقدر زیاده ما نگران نیستیم. چرا آدم باید نگران باشه؟ شاه 2 تا حزب شد، 3 تا حزب نگران شد، با همه نادانیش، با همه کمدانیش،
آدم باید نگران باشه که شما فیسبوک رو که باز میکنی جنبش سربداران شاهنشاه، میگم مردک اگه تو طرفدار رضا پهلوی هستی این که میگه تکون نخوری فحش میده. در هر صورت بله اون مال هفته قبل بوده که نوشتن آقای آبتین اینجور منتظر بوده و اینها، اون مشکلی بود که بعدن حل شد و رفع و رجوع شد. ساعت 3:25 بعد از ظهر هست، ساعت 3:30 با آقای امیر حسین لادن هستیم و امروز قرار دوتا موضوع، یکی آقای صحبت های درد دل ایشون باشیم، یکی دیگه من ازشون سوال کنم این چیزی که شما از رضا قلدور هرچی نمیدونم آدم اسم اینا رو چی بذاره، چی هم اینا میرپنج بودن، رضا خان بوده، رضا خان سپه سالار بوده، رضا خان نخست وزیر بوده، رضا خان وزیر جنگ بوده، بعد رضا خان شاه شده، رفته فامیل طرف رو، این محمود شما ببینید محمود پهلوی بوده، فامیلش رو برداشتن تا هم دیگه نمیتونی استفاده کنی. آخر از روز اول با زور با دیکتاتورشیپ اینجوری میشه. در اصل دوستان عزیز همینجوری که اینجا نوشته افکت 6 براتون روشن کنم، شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، خیلی هم ساده است. هی این که آقای سوربی شما یه زنگی به من بزن، تلفنم هم که اونجا هست، اینا رو بریزید دو، یه تکس میفرستید به این شماره تلفن 202 افکت 5 202-695-2573 یا یه ایمیل میفرستید به info@mardomtv.com یا روی فیسبوک یه پیام میفرستید سوربی من برنامه شما رو با آقای ایکس با خانم ایگرگ گوش دادم، مایل هستم نیم ساعت یک ساعت برنامه داشته باشم در تلویزیون مردم، برای که کسی حرف مفت نزنه و حرف مفت رواج پیدا نکنه، هر دوستی که میخواد بیاد اینجا صحبت کنه، یک اول برای خودش ارزش قائل میشه، برای حرفش ارزش قائل میشه، بعد با پرداخت نشون میده که خودش اقلا باور داره حرفش درست. آقا من اگه رفتم آگهی دادم به فلان روزنامه که پدر من فوت شده، $200 والا اون وقتا $200 $100 $25 $30 میگرفتم. اگه اینجوری نبود هر روز سوربی آگهی میداد تو واشنگتن پست پدر من فوت شده، هر کی هم ازش میپرسید آقا پدر تو 20 سال پیش فوت شده، میگه من دروغ نگفتم که. پس حرف مفت رواج پیدا میکنه. برید ببینید حرف مفت از کجا آمده که گفتن دیگه حرف مفت بسه. این رو اداره پست و تلگراف ایران گفته آقا تلگراف مجانی، وقتی مردم آمدن استفاده کردن و مطمئن شدن داخلش جن نیست، اون وقت اداره پست و تلگراف دید این که نمیشه هر روز طرف میره اونجا مینیسه برای پسرم بنویس حالم خوبه، اونا تق 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 حالش خوبه، دوباره فردا حالم خوبه، تابلو زدن نوشتن حرف مفت بس است، تمام شد، باید سر کیسه رو شل کنی یا اینکه بری تو حمام برای خودت حرف بزنی. خب دوستان عزیز اجازه بدید که هنوز 2 دقیقه مونده، من درباره یه آقایی هست به نام جواد جوادی، قبلا هم من توی برنامه ها چند سال پیش که ایشون خال دستش کمتر بود و اون موقع فکر کنم ازدواجم نکرده بود اینا صحبت کردم، اگر شما هم از آشپزی چیزی نمیدونید مثل من بیغ بیغ هستید، ویدیوهای آقای جواد جوادی رو توی یوتیوب ترس تهیه سالاد خوب، ترس تهیه چغور پغور، شیرازی ها به چغور پغور میگن توتوی، این امتحان شیرازی هاست، بهشون میگی اگه گفتی توتوی چیه اگه بلد نبود ردش کن. بله اینا همه رو خیلی قشنگ، خیلی ساده، خیلی بدون ادعا و خودمونی درس میده و درسش قابل فهمه، مثل بعضی از اونای دیگه نیست که بخواد پوز بده. جواد جوادی من بهش میگم آشپز باشی، ایشون استرالیا هست، برای این تبلیغی هم که ما میکنیم پولی به ما ندادن، حالا امیدوارم یه وقتی تبلیغشون هم بذارن توی تلویزیون مردم. دوستان عزیز ساعت 3:30 هست، بریم سراغ آقای امیر حسین لادن و با ایشون باشیم و مثل همیشه من هم سعی میکنم که شنونده خوبی باشم و در میشه واقعا مثل کلاس درس ایشون به اصطلاح
یاد بگیریم. اجازه بدیم من تصویر آقای لادن رو هم به سیستم بدم و اینجا فقط اسمشون رو بنویسم، چون هنوز اسم آقای نیساری هست. بله، آقای امیر حسین لادن. خب بله، بینندگان عزیز، با آقای امیر حسین لادن هستیم. به ایشون سلام میکنم. خیلی ممنونم که هر هفته الان دیگه به صورت منظم وقتشون رو در اختیار ما میذارن و چیزایی رو که خودشون سالها زحمت کشیدن، تحقیق کردن، کاهش کرد، یاد گرفتن، به من و شما بدون هیچ به اصطلاح درخواست و مبلغی مجانی در اختیارمون میذارن. از این میذارن، از این دیگه بهتر چیزی نمیشه خواست. فقط من امروز وقتی ازشون پرسیدم تاپیک امروز چی هست، چون من معمولا مقاله های ایشون رو که میخونم درباره اون مقاله سوال میکنیم و صحبت میکنیم، ایشون گفتن من امروز میخوام درد دل کنم. آقای لادن، بشینیم با دوستان درد دل شما رو بشنویم، این شما و این هم بینندگان و شنوندگان. بعد من یه سوالی دارم درباره رضا شاهی که شما به ما نشون دادید و رضا شاهی که طرفدارانش به دروغ میخوان به تاریخ و به مردم غالب کنن. خیلی ممنونم که با ما هستید. بفرمایید. خوشحالم از اینکه با شما هستم. با درود به بینندگان تلویزیون مردم و همیهنانمون. درسته، همونجور شما گفتین، میخواستم درد دل، اعتراض و شکایت بکنم از برخی کارهای همیهنانمون. اگه خاطرتون باشه در دیدار هفته پیش در مورد احساساتی و شعاری بودن، در مورد همه چیزدانی و اینکه بدون بررسی و بدون پی بردن به کنه مطالب اظهار عقیده میکنیم، مطالب رو پست میکنیم، گفته بود داریم. اعتراض من به مطالبی که پست میشه نیست، شکایت من از پست کننده هایی که مطالب رو بدون بررسی، بدون باور و اندیشیدن، فوتیوار مثل یه تصویر به نمایش می‌ذارم. دو شب پیش توی جلسه اندیشکده یکی از اعضا در مورد دوستی در فیسبوک صحبت می‌کرد. گفتش که این دوست مرتب پست‌هایی می‌ذاره در مورد دموکراسی، عدالت، آزادی و حقوق بشر. خب یهو دیروز یک پستی گذاشته با یک تصویری از رضا شاه و یه نوشته‌ای. من خواهم اون نوشته رو برای شما و بینندگان بخونم. در بیوم است. دیگه نیازمندیم به یک رضا شاه با صلابت، وطن پرست، پرتوان، با قدرت سازماندهی بی‌نظیر برای بازسازی وطن محبوبه، شجاع، نترس، بیرو درواسی، بی خیال دموکراسی، با آشنایی کامل به فن استفاده از پسگردنی، ضد آخوند، ایران دوست و قاطع برای نجات دادن یک سرزمین محبوبه، یک بار دیگر نیاز فوری است. این آخر دیومس. خب ببینید، اولا که از دید من در درجه نخست این نوشته نشون میده که این شخص و اون کسانی که میرن اینو پست میکنن و پشتش سینه میزنن، اینها هم به خشونت و زور و قلچماقی بودن باور دارن، همین که قانون و دموکراسی و ارزش انسان براشون معنی و مفهومی نداره. اجازه بدین که این نوشته رو با هم دیگه واژه به واژه مرور کنیم. اولین واژه‌اش بود صلابت، یعنی محکم بودن. ببینیم محکم بودن رضاخان چگونه است. رضاخان نوچه و شاگرد نورمان، وزیر مختار انگلیس در ایران، هاورد مأمور امنیتی سفارت، جنرال آیرونساید فرمانده نیروهای نظامی انگلیس و کلنل سمایت جانشین فرمانده بود. لغت دوم هست وطن پرست. رضاخان کنترل
نیروهای نظامی و مالی ایران رو در بست برای 20 سال در اختیار انگلیس گذاشت. واژه بعدی هست پرتوان. پرتوان یعنی قدرت. این موضوع کاملا در مورد رضاخان صادقه، صدق میکنه، درست؟ بیرو درواسی. از دید من رضاخان بیرو درواسی در هیئت وزرا هر کس که با گفتش همراه نبود کتک میزد. من فقط با مشت نه، با لغت نه، با چما. بی خیال دموکراسی، اینم کاملا درست. کوچکترین ارزشی برای مردم و قانون اساسی قائل نبود. به مجلس شورای ملی میگفت قبیله، و اگر روزنامه نگار و دیگر اندیشی که حرفی میزد یا چیزی مینوشت که ایشون موافق نبود، مورد ضرب و شتم قرار میداد و زندان و حبس، مثل فراخی از میرزاده عشقی و دیگران. بعد چیز بعدی، واژه بعدی هست، میگه یا جمله بعدی میگه آشنایی کامل به فن استفاده از پس گردنی. یه سفر کوتاهی رضا شاه داره میره با ماشین، یکی از چرخهای ماشین پنچر میشه. رضا شاه با مشت به قدری محکم میکوبه به پس گردن راننده که انگشترش پوست و گوشت راننده رو میکنه و سر راننده با شدت میخوره به اون چیش میگیم داشبورد، به شیشه جلو که شیشه متلاشی میشه. پس بنابراین رضا شاه کاملا با پس گردنی زدن آشنایی داشت. واژه بعدی از ایران دوست. خب این ایران دوست بودن رضا شاه رو یه نگاهی بکنیم. آنچه از ایران بسیار دوست داشت هزاران املاک سبز و خرمی بود که به زور تصاحب کرد. همچنین به شدت پول پرست بود. زمانی که ایران رو ترک کرد معادل 7 میلیارد دلار امروز در بانک‌های مونتریال، نیویورک، لندن و ژنو انباشته کرده بود. اسناد وزارت امور خارجه آمریکا میگه بزرگترین سرقت در تاریخ در آن روز بود. می‌رسیم به قاطع برای نجات دادن یک سرزمین محبوبه. خب رضا شاه پس از 20 سال عامل بیگانه بودن خودش نتونست نجات بده. ببینید اینجا پرسشی که باید بکنیم اینه که آیا ما واقعا به چنین هیولایی نیاز داریم؟ این پست اوج کمدانی و گمراهی شخصی که اینو پست کرده و اونایی که اینو دوباره پست میکنن. اگه به این پست اعتقاد و باور داریم دیگه چرا دم از آزادی و دموکراسی و عدالت و حقوق بشر میزنید؟ بگین همین آخوندها رو میخواهیم برپنج، میخواهیم لباس نظامی تنشون باشه و چکمه پاکی باشه. یعنی به جای دیکتاتوری نعلنگ دیکتاتوری چکمه میخواهیم. این نوع اشخاص نه معنی و مفهوم مردم سالاری رو میدونن، نه درکی از عدالت و آزادی و حقوق بشر دارن. متاسفانه کوچکترین شناختی هم از رضاخان ندارن. ولی با کمال تأسف این اشخاص تنها نیستن. مشکل ما همه چیزدانیه. همه چیزدانی تو میهنمون از ویروس کرونا بیشتر قربانی گرفته. دموکراسی، آزادی، عدالت و حقوق بشر نتیجه تکامل انسانه. انسانی که وحشی و جنگلی و غارنشین بوده و به مرور زمان از جنگل و غار و زندگی حیوانی نجات پیدا کرده، برای زیستن با انسانهای دیگر مجبور شده دست از خونخواری و کشتار و تعصب برداره. یه شعری هست که من دوست دارم، میگه سختگیری و تعصب خامی است، تا جنینی کار خوناشامی است.
به نظر من تشبیه بسیار قشنگی که میگه سختگیری و تعصب حامیه، بعد میگه چی؟ میگه تا جنینی، یعنی تا در جنین مادر هستی، چون میدونید که در اون حالت تنها راه تغذیه اون بندنافیه که خون رو تغذیه میکنه از مادر، یعنی شما وقتی در جنین هستین خون آچان. تشبیه قشنگی. همانطور که شاهدیم تکامل انسان امروز ناتکمیله، ناکامله، ناتمامه، یعنی هنوز طالبان و داعش و حزب الله هنوز اشخاص یک بودی و مطلقگرا وجود دارن، میخوان با پسگردنی ما روزه بگیریم، با چوب و چماق ما بریم به نماز و میخوان با زور ما رو ببرن به بهشت، حتی سرمونو به خاطر خودمون از بدنمون جدا میکنن. تمام این اعدامایی که شاهد هستیم. از طرفی هنوز اشخاص حسود و بخیل و جاه طلب و اشخاص خودشیفته و خودمحور و خودکامه، خودبزرگی وجود دارن که برای رسیدن به مقاصد شومشون حاضرن مدائن رو تخریب کنن و تخت جمشید رو به آتش بکشن. پدیده مردم سالاری، آزادی و عدالت و بالاخره حقوق بشر زمانی به وجود اومد که ما آموختیم انسان آزاد به دنیا میاد، از حقوق طبیعی برخورداره و نخستین حق انسان برابریه. یعنی درست برعکس تصور مذهب که زن رو کم ارزش و ناچیز میشماره، برده و متعلق به مرد میدونه، زن و مرد با هم برابرن. به هر تصوری غیر از این برمیگرده به دوران جنینی و خوناشامی. برعکس تصور مذهب که بین باورها و نژادها دیوار میکشه و انسانها رو از هم جدا میکنه، همه انسانها از هر نژاد، زبان، فرهنگ و با هر باور با هم برابرن. فاصله و تضاد بین مردم سالاری، آزادی، عدالت و حقوق انسانی با رضاشاه فاصله زمین تا آسمونه. تضاد بین رضاشاه با یک نظام قانونمند و مستقل مانند تفاوت شب و روزه، زیرا رضاشاه سمبل خشونت، تعصب و یک بودیگری است، سمبل خودمحوری، خونخواهی، خودکامگی است. همونطور که اشاره کردم رضا شاه حتی تحمل وزرا و عمرای خودش رو نداشت، اونا رو کتک میزد. یه دفعه عصبانی شده دستور میده که اسلحه‌شو بیارن، میخواد این جنرال رو بکنه. سپاسگزارم. بسیار ممنونم از شما. فقط سوال این پیش میاد که مطمئنید اون کسی که یک چنین پستی رو گذاشته طرفدار رضا شاه بوده؟ چون همینجوری که شما استدلال کردین این که خیلی به ضررشون تمام میشه و این اون حکومت رو ما الان داریم. حالا سوال دوم این میشه که رضا شاهی که شما ترسیم میکنید با رضا شاهی که طرفدارانش ادعا میکنن بسیار متفاوت. بر اساس تحقیقات شما رضا شاه کی بود و چه کار کرد و شما چجوری اون رو به اصطلاح به ما میتونید نشون بدید؟ حتما. خود کماله بگید. ببینید رضا خان سردار سپهر مأموریت انگلیس رو با جون و دل پذیرفت، نوچه نورمن بودن رو قبول کرد، رهبری جنرال آیرون ساید و کرونل سمیت رو پذیرفت، دستورهاشون رو برای کنترل قدرت و ثروت کشور مشتاقانه اجرا کرد. من مدت هاست که دارم در این مورد تحقیق میکنم، دارم یک کتابی می‌نویسم در همین زمینه. میخوام یک پاراگراف کوتاهی از اون رو براتون بخونم. همه اینا بر اساس اسناد. همکاری رضا خان با تهاجم نظامی انگلیس برای کنترل ایران بزرگترین حادثه تاریخ ایران بود. ایران برای نزدیک به 60 سال
استقلال خود را از دست داد و کاملا تحت کنترل انگلستان قرار گرفت. انگلیس، اینو لطف کنید توجه، انگلیس با استفاده از تجربیات گذشتش در ایران مؤثرترین روش دراز مدت برای دستیابی به اهدافش را در برپایی یک حکومت دیکتاتوری نظامی مطیع با ظاهری ملی تشخیص داده بود. من تکرار کنم، این یک حکومت دیکتاتوری نظامی مطیع با ظاهری ملی تشخیص داده بود. از این رو کاندید جنرال آیرونساید یک قذاب قلدر و خشن که چیزی جز اطاعت از مافوق، زورگویی به زیر دست و استفاده از شما برای حل مشکلات نمی‌داند. به وسیله این شخص کودتای انگلیس رو سوار کار کرد. خب چرا این کاری کردن؟ دو تا هدف داشتن. هدف نخستش این بود که قرارداد تحت حمایتی یعنی کنترل قدرت و ثروت در ایران رو در دست بگیرن و خواسته دومشون این بود که تغییر و تمدید بکنن، قرارداد تغییر بدن و تمدید بکنن قرارداد نفت و مابین انگلیس و ایران. جنرال آیرونساید، کلنل سمیت و هاورد مرشدان و مربیان رضاشاه شدند و اونو گام به گام آموزش دادند، ساختند و آماده کردند که برنامه ها رو تحت مدیریت سفارت و زیر نظر مأموران ویژه اطلاعاتی مرحله به مرحله اجرا کنند. برای پیاده کردن قرارداد نخست وابسته نظامی سفارت، اینا همه مدرک، اینا همه سند، وابسته نظامی سفارت انگلیس طرح تجدید تشکیلات ارتش را ارائه کرد و قرار شد که زیر نظر آنان به اجا گذاشته شد. این بخش نظامی. حالا بخش مالیه، ایساخان وزیر مالیه که مورد اعتماد وزارت خارجه انگلیس بود برای تجدید مالیه از کارشناسان انگلیسی دعوت همکاری کرد. با این ترتیب دو مزیت اصلی که به موجب اون قرارداد بریتانیا انجام می شد، کنترل ارتش و مالیه، عملا تایید شد و به مورد اجرا گذاشته شد. وظیفه دوم کودتاچیان تغییر و تمدید قرارداد نفت بود که در سال 1901 با دارسی بسته بودن. با روی کار آمدن حکومت مقتدر رضا خان و بعد رضا شاه، شرکت نه تنها این تو دیوم است، با کنترل کامل و با سود بی حساب و سرکار به کار خود ادامه داد، بلکه توانست با همکاری شخصی او هم تغییرات مورد نظرش را در قرارداد بگنجاند و هم مدت قرارداد را تمدید و به دولت تحمیل نماید. این بخشی که الان اشاره کردیم به این میگن قرارداد الحاقی که ده ها میلیارد دلار به ایران خسارت وارد کرد. یه شعری در این قسمت دوست هم براتون بخونم، یه خط فقط. گله ما را مثلا بخونم، گله ما را گله از گرد نیست که این همه بیداد شبان می کنند. سپاس کنم. بسیار ممنونم دوستان عزیز. باز هم با آقای امیر حسین لادن بودیم. موضوعاتی رو که ایشون گفتن گاهی وقتا یکی دو روز باید در موردش فکر کنیم، دوباره این برنامه رو ببینید، نگاه کنید، روی فیسبوک باقی مونه، روی بایگانی مردم تیوی هم قرار میدیم. و من به نوبه خودم از ایشون ممنونم. آقای یوسفی هم از هلند از شما تشکر کردن که خیلی آروم و با مهربانی صحبت میکنید و من همیشه باورم اینه کسانی که منطق دارن احتیاجی به ناراحت شدن نیست و میگن که داد و فریاد موقعی که دلهامون به هم نزدیک نیست مجبور میشیم
فریاد بزنید. آقا من از شما ممنونم، اگر بازم صحبتی دارید بفرمایید، اگه نه بهترین ها رو برای شما آرزو داشته باشیم تا در برنامه های آینده بیشتر با شما باشیم. من وقتی که شما گفتید میخوام درد دل کنم یکم وحشت کردم، گفتم نکنه خدایی نکرده از من یا دوستان بیننده به اصطلاح میخوان گله کنن، ولی به خیر گذشت. خیلی ممنون. و اگر کسی هست که فکر میکنه واقعا این آخوندها امروز دارن به ما زور میگن، یادشون باشه که شما وقتی هم بیمار میشین، مریض میشین، دکتر میری، ازت میپرسن که دیروز چه خوراکی خوردی، و خوراک دیروز سلطنت دو پهلوی بود. و اونایی هم که فکر میکنن رضا خان با آخوندها مخالف بودن، برن حتی عکسای پیدا کنن که خاک بر سر میمالیده و سینه میزده و نمیدونم پیاده راه میرفته تا مشهد و اینها، و خمینی با اون خمینیش مشهد نرفت ولی رضا خان رفته بود. باز هم ممنونم از شما آقای لادن، اگر صحبتی دارید بفرمایید، اگه نه اصلا خداحافظی کنید. از سپاسگزارم. یک داستان کوتاهی هست که اگر فکر کنید چند دقیقه وقت هست براتون بگم. حتما بفرمایید. زمانی که مقامات انگلیسی داشتن بخش نظامی قرارداد تو ایران پیاده می‌کردن، علت که این مهمه این داستان برای گمراهی یه عده از سلطنت طلبا لازمه. جنرال دیکسون مأمور سرپرستی یک کمیسیون 7 نفره نظامیه که بیاد ارتش رو در ایران دوباره سازی کنه. یکی از امتیازاتی که سلطنت طلبا به نادرستی به رضا شاه و رضا خان میدن، میگن ارتش نوین به وجود آورد، نمیدن ادغام ژاندارمری و پلیس و ببینین داستان چیه. برنامه انگلیس، این باز سنده، به وسیله جنرال دیکسون پیاده شد که این بود که چجوری قزاق‌ها، ژاندارمری و پلیس همه زیر کنترل یک فرماندهی باشه و اون دست انگلیس. هیچ ربطی به رضا خان نداشت و او فقط مأمور اجرای اوامر اربابا بود. حالا چرا جنرال دیکسون رو انتخاب کردن؟ چون انجام این کار خیلی مشکل بود. ایرانیا از حضور انگلیس ها در ایران و دخالتشون در مسائل نفرت داشتن. ولی جنرال دیکسون یه چهره جالبی بود. اولا که ایران رو خوب میشناخت، با فرهنگ ایران آشنا بود، شعرهای فارسی رو بلد بود، فارسی رو خوب صحبت میکرد و با این چرب زبونی و این کارها میتونست دل یه عده‌ای رو به دست بیاره و مسائل رو ماسمالی کنه. و این میاد، این حالتی گفتم یه حالت تنفری وجود داشت، بعدت که دارم این داستان رو براتون میگم، زمانی این تنفر به اوج خودش میرسه که یک نفر به نام سرهنگ فضل‌الله خان، یک افسر تحصیل کرده و میهندوس ایرانی، در اعتراض به قرار دادن ارتش تحت فرماندهی افسران انگلیسی خودکشی میکنه و میبینن از اتاقش بیرون نیامده. جنرال ارتا میره دنبالش، میبینه جسد اونو پیدا میکنه که یونیفرم رسمی نظامی تنشه، یه اسلحه دستشه و یه نوت رو میزشه و میگه که بهش فرمان داده بودن که این قرارداد امضا، و اون برای اینکه نمیخواسته نامش به ننگ آلوده بشه خودکشی میکنه. و چیزی که پیدا میکنن، نوت که پیدا میکنن همینه که میگه که من وجدانم اجازه نمیده که به صورت یک میهن پرست ارتش و افسران ایرانی تحت فرماندهی یک بیگانه باشه. خب به نظر من ما باید از یک چنین شخصیت با وجدان و بزرگی پشتیبانی کنیم، نه از یک قزاق بی سواد. سپاس گزارم. بسیار ممنونم. آخر هفته خوبی داشته باشید آقای لاله. خیلی ممنون که با ما بودید. سپاس گزارم. همینطور شما و بینندگان و همیهنانم. مرسی عزیزم. دوستان عزیز، در طی برنامه من مشخصات و راه‌های تماس با دوستان از جمله آقای لادن و دوستان دیگه در اندیشکده آگاهی و شناخت رو براتون گذاشتم. خیلی ساده، وبسایتشون اندیشکده.net هست و
چند برنامه است که برای تماس از ایران شماره واتساپ گذاشتن. گویا من در یه برنامه اینو به جای 201 نوشته بودم 021 و 201 هست. 201 300 این رو قطع کنم. 201-321-295-47-98 و ایمیل این دوستان هم هست اندیشکده بدون H در آخر اندیشکده @outlook.com و باورشون هم آگاهی کلید رهایی است. ممنونم از دوستان که زحمت کشیدن اینها رو آماده کردن و ارسال کردن که من و شما اگر بخوام تماسی داشته باشیم راه های بسیاری هست و میتونیم تماس بگیریم. خیلی ممنون دوستان. و اما از این ماجراها که بگذریم، اگر کسی از شما احتیاج داره به اینترنت سکیوریتی، این باکسی که شما اینجا میبینید یه قسمتی سبز دیده نمیشه، این قسمت اینجا سبز دیده نمیشه، اینترنت سکیوریتی AVG من به قیمت خیلی ارزونی گرفتم و 5 نفر میتونن ازش استفاده کنن. خودم اولیش روز جمعه استفاده کردم، 4 تای دیگه مونده. اگه افرادی هستن که اینترنت سکیوریتی خیلی این روزا وحشتناک میان هکتون میکنن، ازتون به اصطلاح از اطلاعاتتون سوء استفاده میکنن، و اینو سعی میکنم که برنامه جدا براتون بگم که وقتی شما تماس میگیری فکر میکنی با بانک در تماس هستی، یه نفر اون پشت همیشه اینا هود کلا سرشونه نشسته و بین شما و بانک هست. در صورت اینا رو رعایت کنید و اگه دوست داشتید هر مبلغی که خواستید حمایت کنید تلویزیون مردم رو. و حسنش اینه که من اینو وقتی خریدم با ترس و لرز و با ماسک و اینها رفتم و از بست بای تحویل گرفتم، اینجوری تکونش هم که دادم گفتم حتما توش سی دیه چون خیلی سبک بود و آوردم اینجا، دیدم نخه، خیلی ساده به اصطلاح کارهایی رو که انجام میده. شما احتیاج نیست اینا رو بدونید، ولی این قسمت آخرش که به شما میگه که چگونه، بذارید من یه کاغذ بزنم اینجا چون بعضی از دوستان هستن خیلی زبلن، عکس اینو میگیرن بعدا سوء استفاده میکنن، یعنی دیگه ببخشید اگر همچین چیزی باشه اونا خیلی پست فطرت هستن. آخرش اینه که به شما میگه از کدوم وبسایت اینو بگیرید، حتی من میتونم کمکتون کنم. این پایین که الان کاغذ چسبوندم این شماره هست که بعد میگه که میخوای اینو فقط 30 روز استفاده کنی یا میخوای اینو برای یه سال داشته باشی. اگه میخوای برای یه سال، شماره ای رو که داری بهش میگن اکتیویشن کد. اکتیویت یعنی مؤثر بودن، تاثیر گذاشتن و درست میزنی درست میشه. اونایی که میدونن اینترنت سکیوریتی چیه، اکتیویشن و اینها رو بلدن، بعض وقتا توضیح زیادی آدم ها رو گیج میکنه به جای اینکه چیز کنه. مثل همیشه و اینجا بهتون نشون بدم، شما هم میتوانید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. باز از شما من این کلمه قربونت برم، عاجزانه، فدات بشم، قدمت رو چشم ما، اینها رو سعی میکنم استفاده نکنم. نمیخوام بگم عاجزانه از شما، چون نه من عاجزم نه احتیاج به شما دارم، ولی دوستان هر جا که زنگ میزنی اسمتون رو بگی. اگر شما میترسید اسمتون رو بگید تماس نگیرید، اصلا تماس نگیرید. کسی که نمیده به شما به زور بگید زنگ بزنید. اگه شما حالا اسمم میتونی اسم قلابی انتخاب کنی، ولی به خودت یه شخصیتی بده، حتی اگه اون شخصیت قلابی. شمارتون رو بگی، هدفتون از تماستون چیه. آقا طرف یه برنامه دیگر رو دیده بعد کانال زده، یک چی اومده شماره ما چون اونجا هست و ماشاءالله لبم هست مثل خودمون بزرگه، به این شماره زنگ میزنه پیام میزنه. 202 ایریا کد واشنگتن 695-2573 این یو اس ایر هم که نوشتم برای اینه که شما بدونی به کجا میخوای زنگ بزنی. ساعت 3:59 هست، ساعت 4 قرار برنامه آقای ارشاد رو پخش کنیم. اگر امروز یوتیوب به خاطر اون فیلمی که نشون دادیم برای دوستان کانون آوا یقه ما رو چسبیده و نمیذاره، در عوض در همین به اصطلاح فیسبوک پخش میکنیم تا اون مشکل برطرف بشه و
روی یوتیوب و مردم تیوی دات کام هم بتونید نگاه کنید، روی پلیلیست هم قرارش میدم، روی فیسبوک لینک برنامه هاشون رو هم میذارم، روی بالاترین هم میذارم، روی توییتر هم میذارم. ما اینجا سعی کردیم کم فروشی نکنیم و به قول شیرازی ها وقتی یه چیزی میفروشیم میگفتن به چربونش، که اگر زیر ترازوت کثیف بوده اینها، بعدا اگر رفت یه جای دیگه کشید، اگه طرف یه کیلو چی خریده یا یه چارک خریده یا نیم وقه یه وقه، یکی دیگه چی بود، نمه، ما میگفتیم نمه 100 گرم بود، شما میگفتید یه سیر 75 گرم بود. خب در صورت سعی میکنیم زیادتر بفروشیم، سرویس بیشتری بدیم تا اینکه کم فروش باشیم. روز و روزگار بر شما خوب و خوش، امیدوارم آخر هفته خوبی داشته باشید، امیدوارم هفته های آینده با خبرهای بهتری با شما باشیم. از اینکه با تلویزیون مردم بودید تشکر میکنم، از اینکه برنامه سوربی با مردم رو دیدید ازتون متشکرم و امیدوارم که به دوستانتون هم ما رو معرفی کنید. روز روزگار بر شما خوش.